عزاد به درام دارم به شما میانونه سهر چون من جنگ یک رمان وحشتناک جنایی که روی کاغذ اعلا چاپ شد و با جلد زرکوب در تمام این سالها در بازارهای فکر ایران عرض و توزیع شده، یا یک رمان جنایی که خواستن اون رو به عنوان یک حماسه به مردم اینا غالب بکنن، در تمام سالها هم تلاش بر همین مدار بود. واقعیت اینه که جنگ ایران و عراق یه جنگی بود، جنگ ملی و پر از افتخار که فرزندان رشید ایران درش شرکت داشتن، موفق شدن که مناطق اشغالی رو از دست نیروهای صدام پس بگیرن، خرمشهر رو آزاد کردن و جنگ باید در همینجا خاتمه پیدا میکرد. اما این جنگ ادامه پیدا کرد به خاطر اینکه بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی که هنوز هم بر سر کارند، هنوز هم و ایران رو به چشم غنیمت جنگی فرض میکنن، بر ادامهش اصرار ورزیدن و جنگ از اون زمان تبدیل شد به یک جنایت سازمان یافته، ممتد و بیوقفه. چند جلسه از گفتگو میکنیم با یکی از پژوهشگران جنگ، آقای عرفان قانعی‌فتح، که صاحب چندین اثر خواندنی است و این آخرین کار آقای قانعی‌فتحه. آقای قانعی‌فتح درود بر شما. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارن. امیدوارم حال شما بوش خوب باشه، خسته نباشی. خیلی متشکرم، عرض ادب و احترام دارم. البته رسیدیم به دخالت قدرت‌های خارجی در جنگ ایران و عراق. به نظر می‌رسه که اغلب قدرت‌ها به اندازه‌ای دو طرف رو تقویت کردن که هیچ کدام از پس دیگری برنمیاد. یعنی عملاً جنگ مسلوب شد و فقط این وسط منابع ایران بود که از بین رفت، منابع و بسیاری از ثروت‌های میهن مملکت ما به ویژه ثروت‌های انسانیش. نقش ایالات متحده آمریکا در این زمان از چه قرار بود؟ آمریکا چه دخالت‌هایی داشت؟ این رو در برنامه هفته گذشته بهش اشاره کردیم که در اون ایام در واقع بعد از بلوای 1357 که آقای کارتر رئیس جمهور بود و در کتاب مثلا آقای رونالد کرسلر که جدیداً هم منتشر شده که از روزنامه‌نگارهای خیلی معروف امریکا هست، از ایشون به عنوان رئیس جمهور عوام‌فریب یاد میکنه. این چیزی نیست که بنده یا حضرت عالی یا نویسنده ایرانی دیگه گفته باشه، بلکه در واقع خود یک نویسنده امریکایی اینو مطرح کرده و از ایشون به عنوان رئیس جمهور عوام‌فریب یاد میکنن. و در موقع کارزار انتخاباتی در سال 1980 هم اون موقع ریگان ازش یاد کرد در تلویزیون و گفتش که خیانتی که ما به شاه ایران کردیم لکه سیاهیست در دیپلماسی امریکا. و به هر حال آقای کارتر حذف شد و به اکتوبر سورپرایز مشهور هست که زد و بند پنهانی باعث شد که گروگان‌ها در شب یا روز سوگند ریاست جمهوری آقای رونالد ریگان آزاد بشن. و در اون ایام قبل از اون هم به هر حال امریکایی‌ها دیدار داشتن در الجزایر که شخصی به اسم در واقع بهزاد نبوی امضا کرد و خود امریکایی‌ها اونجا میگفتن که چقدر این نماینده‌های خمینی مصالح و منافع ایران رو اهمیت ندادن و برایشون مطلقا اهمیت نداشت و صرفاً یک زد و بند بود. و بعد ایران در ایام جنگ ایران و عراق پناه برد به تروریسم، در لبنان سفارت امریکا رو منفجر کرد که چندین نفر رو کشت، مرکز نظامی امریکا رو منفجر کرد که چند نفر رو کشت، ایران گروه تروریستی حزب الله رو راه انداخت، بعد هم جهاد اسلامی فلسطین و بعدها مثلث حزب الله، القاعده و سپاه پاسداران درست شد قبل از پایان جنگ، تقریبا در بعد از پایان جنگ تا فروپاشی شوروی. بنابراین امریکایی ها نقشی که داشتن در فروش سلاح به ایران به خاطر مسئله گروگانگیری، چون به هر حال استاد دانشگاه امریکا رو در
بیروت به قتل رسوندن، کشیش امریکایی رو دستگیر کردن. آقای ویلیام باکلی رئیس ایستگاه CIA در لبنان رو ربودن و به قتل رسوندن. ایران جنایت زیادی رو انجام داد در اون سالها و به هر حال امریکا رو وادار کردن به فروش سلاح توسط اسرائیل به ایران که به ایران کنترا معروف هست و بعدا در مجلس سنا و مجلس نمایندگان امریکا این مسئله افشا شد و کتاباش منتشر شده و به عنوان یکی از لکه های سیاه دیپلماسی آقای ریگان از اون یاد میشه معمولا علال قاعده در بسیاری از داستان ها. و چیزی که خیلی حائز اهمیت هست در اون ایام اینه که امریکا نقشی در شعله ور کردن جنگ نداشته. صدام حسین جنگ رو شروع کرده و فرماندهان نالایق و بیکفایت و بیصلاحیت سپاه پاسداران ایران با همکاری دستگاه خلافت اسلامی نظام ولایت فقیه به خاطر حذف مخالفان سیاسی جنگ رو ادامه دادن، چون در واقع وقتی که فرقه تبهکار به قول آقای رضا پهلوی و به عبارتی ملایان به قدرت رسیدن در سال 1357 هیچ برنامه مملکت داری نبود و جنگ برای اونها بهترین فرصت بود برای نهادینه کردن قدرت در ایران و در واقع برای حسب مخالفان. و برای همون خمینی از اون یاد میکرد به عنوان اینکه جنگ نعمت هست. و بنابراین این 8 سال میشه تقسیم به این صورت کرد که 2 به اضافه 6، 2 سال اول رو اسمشو بذاریم 2 سال دفاعی که به قول فرمایش شما روح میهن پرستی در سرباز ایرانی وجود داشت، 6 سال بقیه یک نوع عقده‌گشایی بود برای صدور ایدئولوژی انقلاب اسلامی و ولایت فقیه به کشورهای جهان که بالاخره به جایی نرسید و فقط ثروت‌های کشور تباه شد. این خلاصه در 3 برنامه قبلی است که من خدمتتون عرض کردم و حاصل کار. برگردیم آقای قالیفر به اون موضوعی که اشاره کردید، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در مذاکرات الجزایر با آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها چیزی که در هیئت جمهوری اسلامی کشف کردن که اینا هیچ به منافع ایران فکر نمی‌کنن، واسه شون علی‌السبیل. خب هم می‌دونیم یکی از به اصطلاح اعضای مؤثر در هیئت ایرج آقای بهزاد نبوی است. به من بفرمایید نقش بهزاد نبوی در این زمینه چی بوده؟ چون به هر حال او رو به عنوان یک عنصر ظاهر الصلاح می‌دونیم. برخی از هواداران آقای نبوی به اسم اون سوگند میخورن، ولی میخوام ببینم که واقعیت چی بوده. او ایران رو نمایندگی کرد. آقای میبودی، نکته‌ای که بسیار حائز اهمیته فراموش نکنیم و بینندگان ما توجه داشته باشن، نظام جمهوری اسلامی با همکاری شبکه بین‌المللی تروریسم سر کار اومده در سال 1357. بلوای 1357 یک واقعی تروریستی است و در واقع از سال 1357 تا الان هم نظام خلافت اسلامی ولایت فقیه و اختاپوس مذهبی در ایران با تروریسم به بقای خودش ادامه داده. این یک اصله که اگر ما اینو بپذیریم و در این چارچوب حرکت بکنیم بقیه حل میشه. بهزاد نبوی هم شخصی است که با مصطفی شعایان یه گروه تروریستی رو راه انداختن، توسط ساواک دستگیر میشه و بعد اول محکوم به اعدام میشه، محکوم به حبس ابد میشه و به خاطر فعالیت‌های تروریستی ایشون دستگیر شده که بعد از 1357 مصطفی شعایان به عنوان یه فیلسوف توسط چپ‌ها معرفی میشه که کاملا باطل هست و بهزاد نبوی هم شده اصلاحگر، قهرمان اصلاحات، اصلاح طلب، که این هم بازی شوخی شبیه هست و به هر حال بهش میگن چریک پیر و غیره و ذالک. بعد من نمیفهمم که ایشون جز کارنامه تروریستی و باورمند به فعالیت تروریستی چه دست گلی به تاریخ معاصر ایران زده، برید از خودش بپرسید. و اینجا هم در امضای ننگینی که در الجزایر انجام داد مطلقاً یک ریال به نفع مصالح و منافع ملی ایران نبوده، نیست و مثل عهدنامه ترکمانچای گلستان هست بیشتر. ولی خب متاسفانه چون فکت چکینگ یا بررسی در واقع اعتبار سخن، راست آزمایی در مطبوعات و رسانه‌های ایران وجود نداره، اینها یک شبه میشن قهرمان‌های افسانه‌ای. و بنابراین من ایشون رو در نقش یک بیشتر همونی که خودش هست و خودش ساخته، یک چریک پیر نیست، یک تروریست پیر هست و اصلاحات هم در ایران بیشتر به یک شوخی شبیه هست. من بیشتر از این لقب و صفتی به ایشون نخواهم داد. خب دیدار صدام حسین با آمریکایی‌ها
در اون دیدار چه گذشت؟ آمریکایی‌ها یکیش رامسفیلد هست که آقای رامسفیلد به اونجا رفت دیدار کرد، بعد نماینده CIA به عراق رفت دیدار کرد، نماینده وزارت دفاع به اونجا رفت، حتی افراد CIA به صدام حسین کمک می‌کردن از نظر شناخت اطلاعاتی درباره ارتش ایران، درباره گروه‌هایی که با ارتش ایران با سپاه پاسداران ایران همکاری داشتن، مثل گروه‌های شیعیان، گروه‌های کردها و تمام این گزارشات هم بعضن منتشر شده و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته، ولی در واقع در اون موقع هم که دیگه CIA در ایران فعال نیست، اینها از طریق نمایندگان برخی سفارت‌های دیگه در داخل کشور استفاده می‌کنن که الان در برخی خاطرات جدیداً منتشر شده به اون اشاره میشه. در وزارت خارجه یک فولدر هست یا یک پوشه امنیتی که جدیداً در اختیار پژوهشگران قرار گرفت که در واقع اونجا ما میفهمیم که CIA از طریق عوامل کشورهای ثانی، در واقع این کشورهای ثالث، این اطلاعات رو در ایران به دست آورده. پس بنابراین آمریکا همکاریش با صدام حسین و تأمین اطلاعاتی لوجستیکی چیزی نیست که پوشیده از اذهان باشه و در واقع چیزی است که علناً در کتاب‌های داخل آمریکا هم بهش اشاره شده، ولی مهمترین شخص در اون ایام آقای رامسفیلد بود که به دیدار صدام حسین رفت. آیه آنیفا، همه شواهد میگن که و با توجه به شناختی که ما و اطرافیان آقای خمینی از او داشتن، او حاضر بود تمام ایران رو فدا بکنه ولی زیر بار تسلیم نره، اونم به برابر حریف قدری مثل صدام حسین. براش خیلی خوب داشت که بخواد تسلیم بشه. نه تنها تسلیم نشد که جام زهر هم خورد، یعنی نوعی تسلیم با خفت. میخوام ببینم که چی شد که خمینی رفت زیر بار خوردن جام شهر، در حالی که همه میدونیم همونطور که بسیاری از شهود و به ویژه کسانی که از نزدیک خمینی رو میشناختن مطمئن بودن که او زیر بار چنین پروژه‌ای نخواهد. چه اتفاقی افتاد؟ وقتی به این نتیجه رسید که ایران دیگه آه در بساط نداره و چیزی در چنته نداره و فرمانده های سپاه پاسداران که یکی از اونها محسن رضایی بود و در واقع بیشتر به یک جنایتکار جنگی شبیه هست و الان سند و مدرک ها حاکی از آن است که ایشون هیچ دانش نظامی نداشت و جوانان آب و خاک ایران رو تومه کرکس های مرداب های جنوب ایران کرد یا در کوهستان های مرزی از بین رفتن جوانان ما یا در میدان مین و مهمترینش بین 33 تا 55 هزار نفر دانش آموز از کلاس درس به جبهه های جنگ رفتن به عنوان سپر انسانی، هرگز برنگشتن و این جنایت چیزی است که در پای امضای کسی مثل محسن رضایی و فرمانده های نالایق سپاه پاسداران نوشته شده و مطلقاً راجع به این صحبت نمیشه. و وقتی اینها دروغ گفته بودن به خمینی که ما میریم در واقع جهان رو فتح میکنیم، نمیدونم ایدئولوژی انقلاب اسلامی رو به همه کشورها میبریم، پرچم جمهوری اسلامی رو در کاخ سفید رو زمین میزنیم، اینا همش اوهام بود. و وقتی خمینی متوجه شد که دیگه اقتصاد ایران هم کشش نداره و ایران کاری نمیتونه بکنه، بعد جنگ نفتکش ها شروع شد، ایران در واقع فهمید که امریکا حضور قطعی در خلیج فارس داره، ایران دیگه توان فروش نفت نداشت و نتیجتاً ایشون به این نتیجه رسید که خیلی خوب بگی من جام زهر رو میپوشم به شرطی که نظام آخوندی در قدرت برقرار باشه. ایشون همین کار کرد فقط به خاطر اینکه نظام خلافت اسلامی ولایت فقیه رو حفظ بکنه، گفت من جام زهر خوردم و یک سال بعد از جنگ هم ایشون رفت. دوران ولی فقیه اول جمهوری اسلامی از سال 1357 تا سال 1368 در این 11 سال یک فرد عاصم جان تشنه به خون هست که بعید میدونم تاریخ چیزی رو برای ایشون در نظر گرفته باشه. حالا این که میگن دوران طلایی حضرت امام بیشتر یه شوخی احمقانه است و خود گولزنی هست، ولی بیشتر در واقع 11 سال محنت و نکبت در تاریخ معاصر ایران هست و بعد از اون هم کسی مثل سید علی خامنه‌ای به جانشینی اون کرسی نشست و تا امروز 31 ساله که حاضر به ترک اون کرسی نیست، به خاطر اینکه یک دروغی رو به مردم گفتن که اینها
در واقع نماینده امام زمان خیالی هستند، معصوم هستند، نمیدونم چیکار، و بعد با این ایدولوژی خیالی تا این لحظه ادامه دادن و الان هم در واقع اختاپوس مذهبی در ایران به این حالت و وضعیت فعلی امروز رسیده و اون 11 سال واقعا تنها صفتی که میشه به کار برد سالهای محنت و نکبت هست و ایشون مجبور شد که این جام زهر رو بنوشه فقط به خاطر اینه که دستگاه خلافت اسلامی رو از واژگونی نجات بده. اشاره کردید به محسن رضایی، حتی از اون بابان جنایتکار جنگی یاد کردید. خب میدونیم که با محسن رضایی شما دیدار داشته و گفتگو کردید، هیچ راجع به این مسائل با سخنی گفتید؟ عرض کنم که این تجزیه طلبان بی وطن از این عکس استفاده میکنن علیه بنده، اونایی که عاشق اینن که کردستان جدا بشه و نمیدونن اینا، و خنده دار هست. به هر حال از این عکس استفاده میکنن، عکس سفیر عراق هم که کنار ما وایساده قیچی میکنن، و مهم نیست. به هر حال در ایامی که من ایران میرفتم سالها پیش، فرصت پیش اومد که من با بعضی از این فرماندهای جنگی به خاطر کتاب آقای جلال طالبانی گفتگو بکنم. گفتگو در اختیار مردم هست و به عنوان یک پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، حتی اگر با نمیدونم پولپوت هم زنده بود من میرفتم گفتگو میکردم، جزء کارهای فعالیت‌های حرفه‌ای من محسوب میشد. و حضرت عالی هم خودتون خبرنگار هستین، حالا کار خبرنگار و روزنامه‌نگار با پژوهشگران تاریخ یه تشابه داره، یه تفاوت. شما اون رو برای رسانه انجام میدید، ما اون رو برای کتاب و تحقیقمون انجام میدیم که مثلا در یک دانشگاه ارائه بدیم. به هر حال من چیزی رو از مردم پنهان نکردم. همون موقع در سال 1387 در صدای امریکا گفتم که من با این افراد، با رفسنجانی، ولایتی، نمیدونم بسیاری از این شخصیت‌هایی که مربوط بودن گفتگو کردم، اشاره کردم به گفتگوها در کتاب، پاورقی زدم، تاریخ گفتگو رو آوردم و سلام نامه تمام. ولی اینکه دیگه عکس بزنید شیوه فاشیستی و شیوه حزب توده است و به جایی نخواهد رسید. و به هر حال من بله این گفتگوها رو انجام دادم و از این صداها استفاده کردم، ولی در واقع ایشون یک شخص بیدانش هست و به عنوان یک شخصیت حائز اهمیت نمیشه ازش یاد برد. و در نتیجه بیشتر حرفهاش الان میبینید که در بین نسل جوان و شبکه‌های اجتماعی به شوخی و جوک شبیه هست. آره، نمی که شما به عنوان پژوهشگر این کار رو انجام دادید، به نظرم خیلی هم اتفاق خیلی مغتنمیست و لازم بوده، چون اینا کمتر واضح شدن مثلا در باره مسائل جنگ واقعیت ها رو بگن. اگر با روزنامه‌نگاری هم دیدار داشتم یا خبرنگاری، از خودشون بوده و در نتیجه هیچ وقت مسائل و حقایق جنگ در چنین مباحثی مطرح نشد. نه لازم بوده و کاش میتونست با بقیه هم گفتگو بکنیم. حالا سوالم اینه که آقای آنیفر، نفر اول هدایت جنگ چی بود؟ هر حال همه ما میدونیم که هاشمی رفسنجانی مجموعه اختیارات خمینی رو از آن خودش کرد با زیرکی. نفر اول جنگ به نظر میرسه که او بود. میخوام ببینم که خود شما به چه نتیجه واقعا مثلا محسن رضایی حرفای هاشمی رو گوش میکرده یا نمیکرده، یا با هم به اصطلاح در این توطئه کار مشترک انجام میدن. با رفسنجانی هم من دیدار کردم، اتفاقا از قضای روزگار با ایشون هم دیدار کردم، گفتگو کردم، و یک نکته‌ای که ایشون به من گفت و اون هم این بود که دینمون به ما اینو میگه. یعنی منظورش این بود که در واقع اگه جنگ رو ادامه دادن برای حفظ دین بوده، یعنی می‌خواست یه رنگ و لعاب مقدس بهش بزنه. ولی واقعا این جنگ مقدس نیست، جنگ نامقدسی است و جنگ بی افتخاری است و جنگی است ویرانگر و خانمانه. نفر اول کی؟ نفر اول رو نمیشه اسم تعیین کرد. خمینی به همون اندازه تصمیم گیرنده اصلی بوده در داستان یا به عبارتی ولی فقیه، ولی دیگه بقیه نقش سربازان او و فرماندهان او رو انجام دادن. و مثلا کسی مثل رفسنجانی خب یک ملا هست و سپاه پاسداران هم یک ابزاری است، ابزار سرکوب و تروریستی در اختیار دستگاه خلافت اسلامی. پس بنابراین ذات سیستم ذاتی است که حفظ بقاء قدرت روحانیت براش مهم هست. بنابراین شخصی رو ببریم بگیم این شخص اول هست، دوم به نظر من شخص اول خمینی بود. خب به من بفرمایید این توطئه ادامه جنگ و تداوم جنگ بعد از فتح خرمشهر، چه کسانی پشت این توطئه بودن؟ چه کسانی فکر میکردن اگر جنگ متوقف بشه اینا بگذارن برن
و محاله بتونن قدرت خودشون رو بتون آلوه کنن یا چار میخه کنن. چیا بودن؟ شما به چه نتایجی رسید؟ عرض کنم قبل از شروع جنگ یادی بکنیم از دلیر مردان وطن دوست پایگاه شاهروخی که اینها قصدشون در واقع بمباران خمینی بود و نابودی رژیم خمینی که در واقع در ایران به کودتای نوژه معروف هست که متاسفانه حزب توده که توسط حزب شوروی توسط شوروی و کاگبه در سال 1320 در ایران درست شد، در اون سال باز کاگبه و حزب توده به خمینی کمک کردند و به هر حال اینها بویی از وطن نبردن، همونطوری که در سال 1320 و در دهه 20 میخواستن نفت شمال ایران رو به روس‌ها ببخشند، در اینجا هم اومدن با اون فتنه‌گری به رژیم ملایان کمک کردند و در واقع قهرمانان پایگاه شاهروخی یا نوژه به قتل عام رسیدن به دستور خمینی در دادگاه انقلابی. بعد از اون هست که جنگ ادامه داده و اینها تصورشون بر این بود که هر لحظه امکان سرنگونی رژیم هست که من اشاره کردم، بنابراین به این نتیجه رسیدن که بهتران است که جنگ رو ادامه بدن برای حذف مخالفان داخلی که بعد اون اعدام ها که هست، اعدام های سال 67 در واقع اعدام هایی که مربوط به قومیت های مختلف میشه و فرار مردم به خارج از کشور هست و بعد اعدام ارتشیان هست و بسیاری جنایت دیگه‌ای که رخ داده و همتون بلدین، و بنابراین جنگ بهترین فرصت بود برای نهادینه کردن قدرت و نتیجتا در اینجا هم یک نخست وزیری در اختیار خمینی بود که به طور بی‌شرمانه افراد مشهور به اصلاح طلب یا مشارکت یا حالا هرچی معتقدن که ایشون آلزایمر داشته از روز اول، هیچی یادش نیست. به هر حال این نکته‌ایه که میشه گفت در تاریخ پنهان نمیماند و قدر مسلم مردم هم این مسائل رو بهتر از سینه تاریخ بیرون خواهند کشید و اون به فراموشی نخواهد سپرده شد. اما برسید به همکاری شماری از جناح‌های سیاسی ایران، گروه‌های سیاسی به ویژه نظامی با رژیم عراق، یعنی صدام حسین. آقای قانیفر سراپاوش، عرض کنم که این سه روایت در این زمینه هست. یک روایتی هست که بعضی از کارشناسان آمریکایی مطرح میکنن در CIA مثل آقای ریدل که مثلا در اون موقع با آقای اویسی دیدار کرده و آقای اویسی از جنگ ایران و عراق خبر داشته. خب این کشف و لکشاف نیست. در 6 ماه قبل ارتش ایران در حالت آماده باش بود. شاه فقید قبل از فوت هم حتی میدونست که احتمال حمله صدام به ایران هست و جالبیش برای اینه که خود CIA به حضرات دولت موقت مثل بازرگان و یزدی و غیره گفته بود که صدام بهتون حمله میکنه. کسی نمیخواست بشنوه. و واقعی هم که خمینی شروع کرد به تحریک صدام حسین، باز هم بهش گفتن که امکان حمله صدام حسین هست. پس این در واقع یک توهین به ارتش شاهنشاهی ایران هست که اینها اومدن در واقع پنهان کردن و به مردم نگفتن. نکته بعدی راجع به آقای شاپور بختیار هست که یک مصاحبه‌ای رو با روزنامه السیاسی انجام داده که 3 جزیره تنب کوچک و بزرگ و ابو موسا میشه به اعراب برگردون برای رسوندن صلح با ایران. حالا به هر حال طرفدارای ایشون معتقدن دروغه که خب بعد روزنامه کشف شد که دروغ نیست، بعد اومدن به زبان فارسی تکذیب کردن، به زبان عربی چیزی تو روزنامه السیاسی نیست. آخر سر یه گروه سومی در طرفدارای خودش پیدا شدن که گفتن اشتباه استراتژیک هست. خب این قابل قبوله، ولی در واقع این که آقای بختیار با عربستان و عراق چه همکاری داشته از نظر مالی، چی کار کرده، در واقع این پول در کجا صرف شده، کدوم ژنرال‌های ایرانی با بختیار کمک کردن، این نکته است که الان بیشتر به عنوان یک گرز سیاسی برخی از شرکت کنندگان در بلوای 57 از اون استفاده میکنن علیه نظام شاهنشاهی. ولی همین حضرات که الان آزادی خواه شدن اشاره نمیکنن که مثلا شاهزاده رضا پهلوی در اون موقع اعلام کرد که حاضر به عنوان یک خلبان در اختیار نیروهای ایران باشه علیه صدام حسین. متاسفانه به نظر شخصی بیشتر به یک نوع عقده‌گشایی شبیه هست و این مسئله رو باید در نظر گرفت. حالا اشتباه استراتژیک امری است پذیرفته از طرف آقای شاپور بختیار چه آقای اویسی و اینکه این افراد چه پولهایی رو از عربستان یا عراق دریافت کردن در کارهای خودشون، چه جنرالهایی همکاری کردن. در ایران هم یک کتابی چاپ شده با یه اسم مستعار به اسم در تاریکی و ما نمیفهمیم که واقعا نویسنده اصلی کی هست، ولی این سندهایی هم که انگلستان منتشر کرد راجع به شاپور بختیار به هر حال چیزی غیر قابل کتمان نیست که ما بگیم بختیار کتمان کرده. و این همون سه روایتی که من خدمت شما عرض کردم مطرح هست. یکی
دروغه، دومی در واقع عقده گشاییش، سومی اشتباه استراتژیکه. من بیشتر سومی رو میپسندم، یعنی خیلی عقلانی تر هست. پس بنابراین اینه که بعضی گروه های سیاسی انگوش میزنن سر این، به نظرم صرفا برای یک نوع تصویر حساب سیاسی به این مسئله اشاره میکنن. تشکر میکنم آقای عرفان قانفرد عزیز، ممنونم. رضا کیان تشکر میکنم.